با نام و یاد و خدا با عرض سلام خدمت تمامی دوستان و هموطنان عزیز فیلمی که در خدمتتون هستیم ضروری دونستم برای عده‌ای از دوستانی که حالا در کشورهای مختلف خصوص در کانادا میخوان رزومه بنویسن و با این سبک رزومه نویسی در کانادا آشنا نیستن یه فیلم خیلی ساده و همچنین بیان یک سری نکاتی که میتونه یک سری مشکلاتی رو در ارائه رزومه داشته باشه رو بیان کنم با توجه به سابقه زیادی که در رابطه با این کار در کانادا در مراکز مختلف برای کمک به هموطنان دارم ضروری دیدم این فیلمو تهیه کنم ببینید من چند فیلم کامل در رابطه با رزنویسی تهیه کردم این دوره ای که دارم میگم یک سری نکات خاصی رو که شاید خیلی رایت نمیکنن و به زبان ساده دارم بیان میکنم ولی اگر دنبال فیلمی هستید که چطوری رزومه بنویسید به طور کامل حتما دو تا فیلم رزومه نویسی رو نگاه کنید اونجا کاملا توضیح دادم و همچنین یک فیلم کامل تقریبا یک ساعت هفت تا فیلم کوتاه به زبان انگلیسی که چطوری از چت جی میتونید برای نوشتن رزومه این, این استفاده کنید ببینید اونی که اینجا بیان خواهد شد یکی اینکه خیلی ساده خیلی به قول معروف میان اینجا من میبینم که یه بر می نویسن که اطلاعاتش کلشین حالا اینجا توضیح میدم اینطوری می نویسن خب این سبکی از رزومه نویسیه ولی مورد قبول ادارات نیست یعنی همچین ساختاری فقط اطلاع من فلانی هستم ارزم بزرگ این مدرک رو دارم و دوست دارم پیش شما کار کنم هر کاری هم دید انجام میدم سبک رزومه کانادایی دی همچین فرمتیه که حالا میگیم چطوری میتونیم تهیه کنیم اولا هم فرمتش ظاهرش دقت کنید اینایی که من اینجا رنگی کردم به هیچ وجه رزومه نویسیم ما رنگی نمی کنیم. همه باید سیاسفید باشه فونت که اینجا میبینید من بزرگ و کوچیک کردم اینطوری نیست همش باید یه فونت فونت 11 یعنی همه اینها اگر استاندارد بخوایم بنویسیم خوب دقت کنید من از اینجا انتخاب میکنم این فونت 11 همه اینا باید فونت 11 و بهتره که خط کلیبری یعنی تمام اینها باید اینطوری باشه و رنگشون هم چیه رنگ میشه یعنی همه اینها سایزش باید یکی باشه ارزم بزرگ شما که فونتش یکی فقط این بولد بودنش اینجا میتونه بولد باشه قسمت این کانتاکت انفورمیشن و این تایتل ها و این تایتل ها فقط نخست ببینید بقیه بولد نیست فقط این هایی که خیلی مورد نیازه یعنی کلمات کلیدی که بدونن به قول معروف رزومه آهان شما تو این کار کار کردید تخصص دارید سری چششونو میگیره بس بقیه چیزا رو نه بولد میکنیم نه ایتالیک میکنیم نه رنگ خاصی میدیم باید رزومه از الان دارم تذکر میدم فونت 11 بهتره و ارزم بزرگ شما که خط کلیبری باز بهترین خط خاناتره و همین سایزه یکی بعضی هم مثلا بیان اسم خودشون رو بزرگ میکنم اگه تو سلبریتی هستی مگه شخص مهمی هستی این کارا رو نکنید همه همه رو سعی کنید یک اندازه چون اونا ف... توی کانادا فقط دنبال چی ان مطلبن دنبال جکولک بازی نیستن خواهشن از گذاشتن عکس و نمیدونم چیزایی که حالا توی رزومه های ایرانی و رزومه اروپایی هستش نمیدونم سن و چیزهایی که شخصیه اصلا ما تو کانادایی رزمی کانادایی قرار نمیدیم خب بس ما اینجا یکی این که مردم معمولا چی می نویسند و چطوری ما اینو به زبان ساده تبدیل کنیم به یک رزمی حرفی کانادایی به این سبک و یه فرمت جالب و بعد از اون در رابطه با کاور لتر توضیح می خواهیم دو نود کاور لتر نوشتم اینکه چطوری میتونید کاور لتر بنویسید با توجه به همون رزومه و جاب دیسکریپشنی که دارید و همچنین انوای نامه ها که چطوری شما میتونید در زبان حضور شما که میخواهید رزومه رو بفرستید از طریق ایمیل چه نامی بنویسید. بنویسید تایتلش چی باشه و چطوری اتچ کنید نام رزومه و کاور لترتون رو بفرستید و بعد از اون اگر ارزم بزرگ شما که برای شما دعوت نامه اومد انشالله چطوری به قول معروف کانفرم کنید تایید کنید اوکی او 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 من میام مصاحبه ممنون از اینکه برای من فرستادید و چطوری نامه بنویسیم اگر با ما مصاحبه کردن حداقل چند ساعت بعد فوقش یک روز بعد تانکیو لتر بنویسیم چطوری تشکر کنیم به خاطر مصاحبه که انجام دادن و تحت تاثیرشون قرار بدیم و اگر خدای نکرده بعد از اینکه مصاحبه کردن جوابمون رو ندادن چطوری فالوآپ چطوری یه هفته بعد دو هفته بعد نامه بنویسیم که فلانی با ما مصاحبه داشتی چی شد مؤدبانه بنویسیم که به قول ما گوش داد کنیم و اگر خدای نکرده ارزم به شما که کلا ما رو رد کردن چطوری درخواست فیدبک کنیم و باز تحت تاثیرشون قرار بدیم خب اوکی من رد شدم ولی خب خیلی دوست داشتم و میتونید برای اینکه من خودمو ایمپروو کنم بهبود ببخشم یه نظراتون رو بدید که اشکالات هم چی بود که بتونم خدا و تمام این نامه ها رو اینجا هستش و توی لینک قسمت اکسپلینیشن فیلمم تمام این متن رو میذارم اگر خواستی برای نمونه میتونید چیکار کنید داشته باشید خب اول بریم سراغ متنی که معمولا ما به قول من مد نظرمون هست و ذهنیت داریم حالا یه بعضیا به فارسی می به انگلیسی ترجمه میکنن به قول معروف یا اون چیزی که ذهنمون هست خب من اینو بزرگترش می کنم که کامل بزرگتر ببینیم که چیا نوشته میشه معمولا می میگیم که خیلی ساده ما میز اکبر زنگی اسم من اینه بعد دوست دارم برای این کار شما که مثلا تو وبسایتتون گفتید چکار کنم ابراز علاقه دارم که شرکت کنم خب بعد در مورد مدرکتون من مثلا فرض کنید فوق لیسانس هم لیسانس هم در و بیش از مثلا فرض کنید 10 سال 5 سال تجربه کار دارم توی این زمینی که شما میگید بعد شروع میکنید در مورد تجربیاتون مثلا در فلان اداره این کارو کردم 5 سال 10 سال مثلا معلم بودم حالا هر چی حسابدار بودم ضمن ارزم بزرگ شما که دو سال این کارو کردم کار داوطلبانه انجام دادم توی کار دیگه ای بودم و اکنون هم مثلا چیکار میکنم دارم این کارو میکنم فرض کنید فروشندگی میکنم یا معلمم یا کار دیگه ای که هستش پس یه خلاصه کوتاهی کت... علاوه بر اینکه مدرکتون نوشتید در رابطه با تجربه کارتون خیلی خلاصه مینویسید معمولا میگید که میخواید بیان کنید و انگلیسی هم شاید قوی نیست خیلی ساده حداقل اینو دیگه باید بنویسید که مثلا چی کار کردید تو کجا کار کردید یه خلاصه کوتاهی و کارهای دیگه هم کردید یکی دو تاشو نزیاد و نکته بعدی این که ارزم بزرگ شما که الان دارید چیکار میکنید خب ولی سعی کنید اینهایی که می نویسید مربوط به این کاری باشه که دارید اپلای می کنید درخواست می کنید فرض کنید کار فروشندگی هستش فقط کارهایی که مربوط به فروشندگی انجام دادید سابقه تو مغازه کار کردید این دونم توی ادارت و مثلا تو مدرسه تو بوفه کمک کردید یه کارهایی رو درست کنید بنویسید که نشون بده که شما چکار میکنید به این کار علاقه دارید تو توانایی کارهای اضافه رو ننویسید بی رفت ننویسید و قسمت بعدی یه پاراگراف در مورد تواناییاتون مثلا چند تا زبان بلدی دو کامپیوتر بلدی دو نمیدونم چیزهایی که هستش بهش میگن اسکیل در مورد اسکیلاتون بنویسید و ضمن یک سری مهارت های ارزم به حضور شما که عمومی این تصویر دقت کنید این خیلی مهمه که ما فراموش میکنیم ما همش میخوایم تکنیکامونو بنویسیم مثلا کامپیوترم خوبه فلان چیزم خوبه اونی که اینجا بیشتر واقعا مورد توجه تو همه کارها خب اسکیل ها و مهارت هایی که بهش میگن سافت اسکیلز مهارت های نرم افزاری خب ما یه سری داریم بهش میگن فاندامنتال اسکیلز یه سری هست تیم, تیم ورک اسکیلز و یکی هم پرسونال منیجمنت اسکیلز خب فاندامنتال اسکیلز یعنی مهارت های ساختاری که مثلا کامیونیکیشن شما باید بگید من با مشتریام با کلاینتام با کس ارباب رجوع با همکارام کامیونیکیشن خوبی دارم مثلا بعد تو این کامیونیکیشن میتونید بنویسید من فلوئنت هم در انگلیسی و ترکی و عربی و فلان خب یکی هم منیج توی مدیریت اطلاعات و برنامه‌ریزی اینها خب توی به قول حساب کتاب کارم درسته معمولا تو خیلی از کارها مورد نیازه و خیلی مهمه سولف پرابلمز حل مشکلات اگه کانفلیکتی پیش میاد بین همکار بین مشتری سریع اینو حل می‌کنم بس یه اشاره به اینها بکنید اینا خیلی مهمه براشون همش تخصصی نمیخوان اینا رو میخوان یکی هم در رابطه با پرسونال منیجمنت اسکیلز خب شما باید بیان کنید که خیلی آدم مثبتی هستید نمیدونم مالتی کالچرال هستید براتون سیاه و سفید دور نمیدونم اینا مهم نیست معلول و اینا همه رو به یک چش نگاه میکنید و خیلی آدم پوزتیوی هستید فرض کنید برای ال جی پی کسایی که هستن مشکلات دیگه ای وجود داره چیه نگاه یکسان دارید خب مسئولیت پذیر هستید این همه همه اینا سافت اسکیل اصلا تو همه شغل ها مورد نیازه چه پزشک باشی چه معلم باشی چه کارگر باشی هر کاری اینا رو بیان کنید خب ادم ارگنا... آدم ارگنایزی هستید زمان بندی براتون مهمه ددلاین ها مهمه خب ارزم شما که ادپتیبل هستید یعنی خودتون رو وفق میدید فلکسیبل هستید یه دفعه مثلا تعطیل چیزی شد میتونم همکاری کنم دیر شد زود شد نمیدونم چیزایی که هستش به قول معروف خودتون رو میتونید تطبیق بدید و این کلمه خیلی مهمه که اگر یه بخصوص برای کارهایی که یه سری از مهارت ها رو بلد نیستید میتونید بگید که آیم کویش لرنینگ من آدمی هستم که سریع یاد میگیرم توانایی دارم به قول معروف همش مدام بنویسید مدام در حال آپدیت خودم هستم یادگیری هستم و اگر برنامه ای هست که نیازه به سرعت میتونم یاد بگیرم و توانایی شو دارم و نکته آخر که بخصوص برای کارهای عمومی ها که امنیت و بخصوص مهندسا و اینها سیفتی رو رعایت میکنم کلینیس و به قول معروف تمیزی رو اداره ما همیشه دوست دارم تایدی و مرتب و تمیز نگه دارم واسه اینا رو خیلی نکاتی که میتونید توی رزومتون بیارید ولی خیلی ها میکنن رعایت نمیکنن خب به اینا میگم مهارت های امپلویبلیتی یعنی برای کارهای استخدام اینا همه جا لازمه و نکته بعدی که خیلی فراموش کنن اینجا خیلی مهمه تیم ورکه. یعنی من کوآپریشن دارم کالابریتی و هستم با دیگران همکاری میکنم به گروه وابسته ام به همدیگه فقط ضمن اینکه آدم ایندیویدوال قوی هستم تو تیم ورک هم خیلی قوی هستم اینا رو با دیگران ورک ویل ویت با دیگران خوب کار میکنم تو فعالیت ها و پروژه ها کار میکنم بس حتما اینها رو توی مد نظر داشته باشید توی رزومه نویسیتون که چند تا ببینید اسکیل هایی که دارید بنویسید یه لحظه نگاه کنید اینجا رو نگاه کنید وقتی مهارت ها و اسکیل های خودتون می نویسید ببینید الان فرض کنید من 6 تا نوشتم از 6 تا 4 تاش به قول معروف 3 تاش سخت افزاری باشه که مثلا رزومه میتونم بنویسم ارزم بوزو شما که اینترویو میتونم کمک کنم تو کامپیوتر ولی دو تا سه تای دیگه به قول معروف ترابل شوتینگ مشکلاتو میتونم حل کنم آدمی هستم که ساپورت میکنم کامیکیشن هم خوبه ارزم بزوش تیم منیجمنت هم خوبه دو تا حتما دو تا سه تا از مهارت هایی که چیکار میکنید در رابطه با سافت اسکیل حتما بیان کنید خب بریم بالا بس ما رزومه ای که نوشتیم دیگه از هدفمون دور نشیم ضمن اینکه مهارت های سخت افزاری نوشتیم یه سری هم نرم افزاری مو اگر سرتیفیکیت چیزی هم داریم بنویسیم ضمن اینکه من مثلا این سرتیفیکیت ها رو این مدارک هایی که مربوط به کار باشه مثلا کامپیوتر باشه تخصص باشه چیزایی که هست گرفتم و از کجا گرفتم و می نویسیم و ارزم به حضور شما که قسمت آخرم خوشحال میشم که منو دعوت کنید به قول معروف اینم آدرس هم و ایمیل هم میتونید با من تماس بگیرید خب این چیزیه که خیلی ساده معمولا می نویسیم خب بس به صورت خیلی خودمونی و ساده با یک سری جملات ساده اینه می نویسیم حالا اه این اه بعضی خب همینطوری بنویسن رزومه رو ببرم بدن شاید جواب بگیرم ببین خیلی هم برای من میان اونجا کمکشون کنم میگم یه رزومه های افتضاحی رو میارن بعد میگن که این مال دوستمونه و ازش کار گرفته خب میبینم واقعا افتضاحه خب ببین شاید توی دو سال یکیش کار بکنه جواب بگیره و چرا چون طرف یه دفعه کار لازم داشته کارگر نداشته یه دفعه این داده شانسی نمیدونم به یه دلایل دیگه ولی این دلیل نداره که ما یه رزومه حرفه‌ای درست حسابی که میتونه چیکار کنه سری جواب بگیره رو ننویسیم پس اینکه اینطوری بنویسیم اشکال داره نه می میتونه تا حدودی جواب بگیره ولی رزمه استانداردی که سری جواب بگیره نیست عرف نیست بس اینو تبدیل می‌کنیم به این خب خیلی ساده ببینید من رنگ ها رو از قصد این تو این که بدونید چطوری ببینید ما تو رزمه حرفه‌ای قسمت بالا کانتاکت انفورمیشن می‌نویسیم یعنی چی اولی چیزی که اصلا رزمه رو طرف نگاه نمی‌کنه فقط یه کارگر لازم داشته همین که می‌بینه مثلا تو ادعا کردی مثلا من ورکشاپ فسیلیتیتور هستم یا دنبال این کارم میگه آقا مثلا کارگر میخوام بگم برای کانستراکشن میخوام میگه خب کارگر ندارم کارگرم رفته سری زک. اول اولین چیزی که مورد توجه اینه که کانتاکت انفورمیشن ببینید من اینجا نوشته بودم اسم مکبر زهیدی بعد شماره تلفن من میتونید برسید اینجا به جای اینکه اینا رو اینطوری پرت و پلا بنویسم همه رو این بالا می نویسم خب بالا چیه طرف میخواد تماس بگیره با من بعد اسماتون رو محمد حسین سید احمد نمیدونم فلان خواهشن کوتاه نمیخواد شناسنامه ای بنویسید اونی که معروف وساط است بتونن تلفظ کنن خب من الان فامیلی پسمند بزرگی داره که و تمام و حروف الف باز ولی نمی نویسم هیچ خیلی راحت می نویسم مکبر زهیدی کوتاه بتونن بیان کنن خب بس بعد بزرگ بزرگم نمی کنید همینطوری کوتاهی که هستش رو معروف می قسمت بعدی تلفنتونه حتما بنویسید فون دو نقطه یه فاصله کد کانادا این کد اولش داخل پرانتز بنویسید بذارید خانه باشه بعد عدد بعدی بعد یه خط تیره بعد حتما چک کنید شماره تون درست باشه چون میخوام با این تماس بگیرم شماره خانومتون بچه‌هاتون یا شماره قبلیتون ایرانتون اینا نباشه حتما چند بار چک کنید اما در مورد نوشتن لوکیشن ببینید سیتی مثلا اسم شهرتون نمیدونم تورنتو فلان یه لازم نیست آدرس بنویسید تو کد پستی رو بنویسید فقط میخوام بدونن که شما کجا نزدیک ببینید اینو بارها گفتم توی رزومه نویسی فیلم ها رو کامل گفتم اگر کاری که دارید اپلای میکنید درخواست میکنید نزدیک خونتونه اینو بنویسید تاثیر مثبت داره اما اگه دوره ننویسید اصلا خالی بذارید برای چی بنویسید چون همون اول میگه اون تو دو ساعت طول بکشه از تو تورنتو بلند شه بیاد اینجا به گل شب شده بس دعوت نمیکنه بس بستگی به محل کار داره سعی کنید دیدید که دو کار دوره ننویسید و نکته بعدی ایمیل یه فاصله ایمیل خواهشن از ایمیل های نمیدونم کتی و متی و داگ و, و اینها چیز ادق یه ایمیلی که اسمتون باشه عرف باشه پروفشنال باشه اگر نداری تهیه کنید برای کار با اسم نام نام خانوادگی که حالا یه عددم داشته باشه 2000 2024 ساده حالا لینکدین آیا لینکدین رو می‌نویسید بله میتونید یه اینتر بزنید اینجا لینکدین تون اینستاگرام ولی به شرطی که کار تخصصی باشه و توش لینکدین حرفه حرفه‌ای باشه کار کامل باشه وگرنه اینجا می‌رید توی مثلا آدرس لینکدین هم این پایین تایپ کنید و بنویسید وگرنه ضرورتی نداره خب اینم از کانتاکت انفورمیشن اما قسمت بعدی این سبز رنگی که بینید خب شما نوشتید که من دنبال این کار اسم کارو گذاشتید اینجا ننویسید اسم کار اینا رو خب اینجا نمیدونم و یک سری از توانایی خودتون رو بهش میگن ابجکتیو بعضیا می نویسن سامری بعضیا می نویسن پروفایل ولی بیشتر می نویسن ابجکتیو یعنی هدف از نوشتن رزومه خب هدف از نوشتن رزومه شما یه پاراگراف بیشتر ننویسید خیلی خب این الان خودشم یه خط زیاده یه خطم باید کمتر باشه تو اینجا چیکار میکنید میگید که من این کاری که دنبالش کاسم سرویس یا مهندسی که هستید آدم با تجربه آدم علاقمند دقیقاً تو این تجربه دارم مثلا ده سال دوازده سال پنج سال توی این کار تجربه دارم و دو سه تا از مهارت هاتون رو می نویسید خب و حتی این زبان که من نوشتم مثلا لازم نیست به اینا رو اصلا نباید می نوشتیم خیلی کوتاه ترش می‌کنیم و دو سه تا از مهارت هایی که خیلی مهمه برای این کار برای این کار نه همه رو خب خیلی خلاصه اصل کاری رو بنویسید آقا شما دنبال این کارگر هستید دنبال این مهندس هستید با این مهارت ها اتوکد بلد باشه فلان باشه من هستم و ارزم شما که دوست دارم تو شرکت شما فعالیت کنم بس هدف از این لازمه یه پاراگراف یه لحظه دقت کنید ما متاسفانه ایرانی فرهنگ بارها گفتم زیاده گویی زیاده مثل فیلم های خودم که متأسفانه زیاد حرف میزنم زیاد مطلب بگم خسته کننده میشه ولی خب دیگه عادت معلمی ما خواهشان خواهشن رزمتون لازم نیست که شما نماینده ولی فقی بودید چی بودید همه رو بنویسید بابا اون چیزی که اونا میخوان اگه گفته که مثلا من کسی رو میخوام که به قول معروف معلم باشه کلاس سلام جارو کنه بگو اتفاقا من تو ایران معلم بودم کلاس سلام جارو میکردم تموم شد رفت نمیدونم معاون مدرسه ام بودم نمیدونم فلان کارم کردم فروشنده بودم حسابدارم بودم نیازی نیست چون من نمیخوام من فقط کسی معلمی میخوام که کلاس دوم درس بده و زمینم تمیز کنه میگم که من همین راسا مهندس میخوام که فقط این پیچر رو شلش سف کنه بگو من انت فقط مهندسی بودم که این پیچر رو شلش سف کردم 5 سالم تجربه تو این کار دارم خواهشن زیاده گویی کارهای اضافه رو ننویسید چون اصلا نگاه نمی کنه اون وقتی رزومه میگیره اول اگه برای کار تخصصی اکویشن شما رو نگاه میکنه این از زمان توچینگ باشه تیک میزنه میگه آها منم معلم میخوام تیچینگ درسته بعد میاد این تایتلا رو نگاه میکنه آها کاری که من میخوام دیجیتال اسکیل نیست مربی بوده معلم کامپیوتر بوده آره خودشه اگه مثلا میتونه نوشتن فروشنده میگه خب به چه درد من میخوره اصلا نگاه نمیکنه پس خواهشات حالا فروشنده هم هستید بعدا تو رزومه نویسی یاد دادم اونو باید تبدیل کنید که به گل معروف به چیزی که به مربوط بشه به تیچینگ به آموزش به یه چیزایی که به مردم یاد میدادید کار میکردید یعنی همه رو باید یه جوری عوض کنید بس خواهشان تاکید میکنم زیاد گویی نکنید زیاد ننویسید چیزهای کلی که اون فقط دنبالشه و اصلی اینجا ها رو مثلا پر نکنید 7 8 تا 4 تا 5 تا فوق 6 تا 6 تا بیشتر نشه خب اینم هم همینطور این هم همینطور اسکیلاتون هم همینطور اینا رو همه رو دقیقا میگیم بس اینجا قسمت اینجا چی رو می نویسید آقا من دنبال این کاری که شما اسم اون کاره می نویسید و سه چهار از مهارت ها و تجربتون که مثلا تو این کار هستید سه چهار از مهارت های تخصصی که میتونه به این کار کمک کنه و اون نیاز داره تموم شد رفت و سلام چیز دیگه ای نمی نویسید هدف از نوشتن رزومه شما اصلا به اینجا زیاد نگاه نمی بیشتر به این تایتل ها نگاه میکنه کنه و اینکه شما چیکار کردید خب و اینها رو من از بر اساس اینجایی که نوشته بودم به این تبدیل کردم اما شما تجربتون نوشته بودید که مثلا من تو مدرسه هدایت این کردم اینو می‌بینید چت پیتی چیکار کرد خب میدونید من این چیکار کردم خیلی راحت بهتون میدم اینی که خودم خودمونی نوشته بودم فکر نکنید من اینو خودم اینو چت پیتی نوشته اینا رو یاد دادم کپی کردم خب رفتم چت نگاه کنید ببین من توی چت جی پی تی چی نوشتم پلیز رایت ا سویتیبل کانادین استایل رزومه بیسد اون مای فالوینگ انفورمیشن یعنی بر اساس این اطلاعاتی که حالا خودمونی نوشتم تو یه رزومه سبک کانادایی بنویس دو نقطه شیفت و اینتر که بره پایینتر بعد اون اطلاعاتی که کپی پیست کرده بودم مثلا مای نیم زک بزیری آی ام رایتینگ اینا هدایت حالا هر چی که به گل و کارایی که اطلاعاتی که بهش دادم بعد چیکار کنم اینتر می‌زنم یه شروع کرد همون تو رزومه که دیدید و این نوش یعنی گفت بالا اطلاعاتتو بنویس ارزم به حضور شما که پایین ابجکتیو تو بنویسی ببینید این حالا بر اساس همون یه بی دیدگی نوشت میبینید خیلی کوتاه میبینید گفتم کوتاه بنویسید منفعت به ورکشاپ من فز... فالسیتری هستم ارزم از شما که 12 سال این تدریس کردم و این توانایی ها رو دارم و دوست دارم این کارو این اتفاقا از اونی که اونجا من نوشتم خیلی چیه قشنگتر و کوتاه‌تر بهتر بعد پروفشنال اکسپری میبینید خودش در میاره اگه من اطلاعات خوب داشته باشم که من لا ریسورس ایریا کار میکنم ببینید از آن پرزنت خب و تو اینجا چیکار میکنم ب... به مردم این کارا رو انجام میدم سه چهار تا نوشت میبینید خودش برمی داره دیجیتال اسکیل کار قبلی من ارزم دیجیتال اسکیل بودم تو کجا کار کردم و این کارا رو انجام دادم و کار قبلی من معلم بودم و توی هدایت از سال فلان اینجور اون اطلاعاتی که من خورده ریز داده بودم و چیکار کرد سریع اینطوری تبدیل کرد و ادوکیشن هم اینه مدرک هم اینه سرتیفیکیشن هم که اونجا نوشته بودم اگه یادتون باشه اینجا من نوشته بودم مثلا من دو تا سرتیفیکیشن دارم اینا هم برداشت اینجوری تبدیل کرد میبینی اینا رو هم برداشت تبدیل کرد و اسکیل هایی که به گل معروف تبدیل کرد که آقا من رزومه بلدم کامپیوتر چند تا زبان بلدم دیجیتال اسکیل و لنگویج ها حالا اینا رو من چیکار میکنم میرم یه مقدار خودم دیگه انگلگ اینطوری نمی نویسم لنگویج ها رو میارم اینجا قسمت کامیونیکیشن مثلا چیکار میکنم اضافه میکنم پس ببینید خیلی راحت اینو توی یاد دادم با چت جی پی تی میتونید اینو تبدیل کنید پس همونطوری که میبینید این اطلاعات رو چت جی پی تی تبدیل کرد اینجا و حالا یه مقدار باید انگلگش کنم اینجا مثلا احساس میکنم غلطه اینو چیکار میکنم دیکتش رو درست میکنم فلان میکنم اینجا حواستون باشه پرزنت زمان حال پروواید ببین گذشته ننوشته اگه یه دفعه گذشته نوشته یا لازمه گفتم کردم گفتم مثلا تا 2023 کار کردم اینجا رو حتما می نویسم گذشتهش می کنم بس نگاه کنید اینجا رو می نویسم پرووایدد اسیست assist", اینجا می نویسم و اینم منیجد مثلا خب چرا اینجا رو مثلا نوشتم که 2023 اگر اینجا گذشته شد اینا هم حواسم باشه فعلا رو چیکار کنم گذشتش کنم ولی چون زمان حاله اینا هم همون فعل حال نگم اینا رو را رعایت را کنیم دقت کنیم و اگه لازم شد چیزی هم اضافه می‌کنم یعنی اینتر میزنم یه کار مثلا ارزم بزرگ شما که فرض کنید هلپت نمیدونم دی نمی‌دونم نمیدونم یا گریتید نمیدونم حالا هر چی که فکر میکنم میتونم چیکار کنم اضافه کنم خب اما اینجا نوشتن شده دقت کنید توی ورک اکسپریانس یعنی تجربه کاریتون تجربه کاریتون دقت کنید اولا تایتل شغلتون رو بنویسید اول این مهمه براشون اینو بولدش میکنید ولی بعد از اون حالا ویرگول میذارید یا خط عمود شیفت رو بگیرید اون با گل معروف چیه بک استش بزنید خط عمود در میاره بالای اینتر شیفت رو بگیرید اون اونو بزنید این خط عمود فاصله خب محلی که کار کردید مثلا شهروند نمیدونم آموز پرورش هدایت مدرسه فلانه بعد دوباره ویرگول یا کالن بعد فاصله شهری که کار کردید و مثلا ایران یا توی کانادا هر چی که هستش مثلا آنتاریو و برای اینکه خوشگل بشه تاریخو جلش مثلا از سال فلان تا فلان بعضیا ماه رو می نویسن ببینید ماه رو موقعی بنویسید که مثلا سه چهار ماه تو سال کار کنه یعنی دو تاشم 2023 مثلا الان اینجا اینم 2022 بود هر دو تاش اینجا اینم 2022 بود اینجا مثلا می نوشتم مثلا از نوام کار کردم ارزم به شما که تا فرض کنید فلان ماه بس ماه رو ننویسید بی خودی رو شلوغش نکنید موقعی می نویسید که همش توی یک سال باشه ولی سالای متفاوته جداگونه بنویسید بزرگم دیده بشه یه فاصله هم جلو اینطوری زیر هم از نظر ظاهرم خوشگل بشه ببین به ظاهرم نگاه کنید این خیلی مهمه مثلا همینا رو من وسط چین کردم ارزم بزرگ شما که فونتاشون زاویه هاشون نگاه کنید بس تایتلتون رو نویسید معلم بودید مهندس بودید چیکاره بودید مدیر بودید بعد اسم اون محلی که کار شرکتی که کار کردید اسم شرکت رو کار می‌کنید اینا چیکار می‌کنه اینا اعتبار می‌بخشه که به طرف نگاه می‌کنه میگه آها می‌دونی وقتی نوشت اسم شرکت و شهرش و کشورش و اینها خیلی مهمه که اعتبار می‌بخشه و سه چهار تا کاری که انجام دادی ببینید اونجا میخواد ببینید که حالا اینجا معلم بودید خودتو باد زدی چیکار کردی کارهای بنویس که تو این کار لازم داره یعنی اینجا نوشته که ساپورت تو هم بنویس من ساپورت برخورد میکردم اینجا نوشته مثلا فرض کنید توی مثلا دیجیتال اسکیل درس بده بنویس من دیجیتال اسکیل درس بس کارهایی رو بنویسید که توی این کار نیاز داره نه کارهای اضافه ای که حالا من معلم کامپیوتر بودم مثلا کنکورم 100 درصد نتیجه گرفتم به درد اینا نمیخوره اینا رو نباید بنویسم چیزایی رو بنویسم که این میخواد خب دو سه تا هم بعد نیست کارهای سافت اسکیل اینجا میاد حتما نباید تو اینجا بنویسید اینجا میتونید یکی دو, دو تا مقاله معروف که با بچه‌ها ارتباط برقرار می‌کردم با اولیا برقرار می‌کردم ارتباط و حالا هرچی چی هستو بنویسید خوب بس دقت کنید بس تایتلتون اون شغلی که هستش و اگه تایتلتون به گل معروف چیزی هست که این کار رو رفت یه جوری رفتش بدید مثلا خیلی لولتون بالاست میخوایید پایین بنویسید برید مثلا معاون بودم فلان بودم نمیدونم کاستمر سرویس بودم یه چیزی که واقعی باشه ولی نزدیک به این کار باشه و شغلهایی که نزدیک به این کار باشه خب اما قسمت اسکیل ببینید اسکیل یا مهارت ها خب میتونید اینجا بنویسید میتونید این بالا بنویسید یعنی من اینو میتونم کاتش کنم به و ارزم بزرگ شما که کنترل ایکس و بیارم اینجا کنترل وی خب به چه شرطی اگر کاری که دارم درخواست میکنم اپلای میکنم خوب دقت کنید زیاد توش کار نکردم تجربه کاری ندارم خیلی کمه مهارت ها رو بالا می نویسم. یعنی چی میگم میگم آقا شما کارهایی که میخواهید این مهارت رو میخواد من دارم خب خب این کار رزمه نویسی رو من بلدم این کامپیوتر من بلدم این ارزموزو شما که ارتباط با مردم رو بلدم ترا به شوتینگ رو بلدم این کارهایی که به قول معروف نیاز من بلدم هرچند مثلا من توی کارهای دیگه انجام دادم یه ذره کم کار کردم بس خود دقت کنید بس اگر رزمه دارید می‌نویسید این کار شما کار تخصصی نیست که زیاد کار کردید مهارت ها رو بالا بنویسید ولی اگر کارتون کاریه که به قول معروف نه انجام دادید خب بس بهتره که تجربه کاریتون رو بالا بنویسید جل چش باشه ضمناً یه سری مهارت ها اینجا دیگه بگید یه سری از مهارت مهارت هایی که اونا میخوان و تو اینجا ننوشتید بگید مثلا من اتوکتم بلدم فلان کارم بلدم کارهایی که یا خیلی مهمه اینجا درسته بازم نوشتید خب ولی خیلی مورد تاکید اینه اینجا دوباره تاکید کنید که من فلان کارو بعد فرض کنید کام کار, کار کامپیوتر رو حرفه ای بلدم با زوم اینا مثلا بلدم کار کنم مایکروسافت اینا بس بیا اسکیل چیا می نویسیم اسکیل مهارت هایی رو نویسیم که به این کار میتونه کمک بکنه و توی جاب جاب دیسکریپشن یعنی جاب اکسپریانس مون یک دو کارهایی که اینها توی کارشون خیلی نیاز دارن درسته اینجا من نوشتم اینجا برای تاکید میتونم یکی دو تاشو بنویسم یه سریم کارهایی که بتونه ساپورت کنه بگی که به قول معروف من این که اگر کسایی هستن که همه این تجربه رو دارن همه این مهارت رو دارن من دوست کار دیگه ای هم بلدم که تو این کار میتونه به شما کمک کنه. بس توی این اسکیلز حواستون باشه چیزای تکراری که اینجا نوشتید و همش ننویسید خب اما میرسیم به ادویکیشن خب مدرکاتون رو ببین مدرکی که گرفتید بعضی میگن که های کوالیتی میشین فلان اینا شورای یکی در آوردن ببینید اینا خودشون میدونن همه دکتر مهندس دارن میرن تو کارهای عادی اینها خب ولی بهتره برای کاری که کار عمومی دیگه دکترا دکتراتون ننویسید دیگه فوقش یه لیسانس یا های اسکول دیپلم مثلا اینجا بنویسید های اسکول دیپلم ها اسم دبیرستانتون رو بنویسید چه اشکال داره بنویسید و... نکته بعدی میگن که آقا تهران و ایران رو ننویسید ببینید اینها تبعیض قائل شدن هیچ وقت همچین چیزی نیست اونا آخر میفهمن شما از تهران گرفتید ایران گرفتید اینا همه فیلمای یک تو یوتیوب و من در آوردی در آوردن حالا مهم نیست ننویسید هم ننویسید ولی این یه اعتبار میبخشه حسن نیت نشون داره میده که چرا باید فرار کنیم آره من از دانشگاه تهران گرفتم تا ایران بودم فلان بودم ایران بودم معلومه دیگه من وقتی 2014 اومدم اینجا یا 2000 مثلا 24 اومدم اینجا 2000 دیپلم گرفتم خب جای دیگه گرفتم بس من اینو رو تاکید ندارم میتونی ولی تایتل مدرکتون اگر مثلا دیپلم گرفتی دیپلم میخوای بنویسی خوب دقت کن خب های اسکول دیپلم های اسکول دیپلم و حتما هم رعایت کنید همه چی حروف اولشون حرف بزرگ اینا رو رعایت کنید خب های اسکول دیپلوما اما اگه دیپلومی تو مثلا برای کشیرینا دارید میبینید خب ریاضی هستید اینجا اضافه کنید مثلا این ماتماتیکس ماتماتیکس چیکار میکنه یه کلمه کلیدی خوبه آها میگه مثلا ریاضیش خوبه مثلا تو کار علوم بنویسید این ساینس تو کار هنر بنویسید این آرت بس این که آقا من مثلا اینجا فقط بنویسم ماستر اف آرتس چرا من نوشتم این انگلیش تیچینگ که تاکید کنم هم انگلیسی خوبه هم تیچینگم هم خوبه اما اگر کارم بی رفت بود این مثلا این رفتی نبود برای مهندسی بود نمی نوشتم فقط می نوشتم مستر اف آرتس یا به قول معروف چیه بچلر بچلر یعنی فقط دیسانس اما اگه میبینم کمک میکنه کلمه کلیدی اینجا اضافه میکنم حتی اسم دانشگاه هم اگر مثلا میتونه کمک کنه بس حد کلمات یا سرتیفیکیت ها ببین من 50 تا سرتیفیکیت دارم فقط سرتیفیکیت هایی می نویسم که به این کار کمک میکنه بی خودی اینجا رو شلوغ نکنم دو سه تا سرتیفیکیت هایی که میتونه به این کار کمک کنه بس میتونید ادویکیشن و سرتیفیکیت و حتما هم اینجا رو تایتلش رو بزرگ بنویسید بعد شهری که گرفتی در زن بزرگ شما که دانشگاهی که گرفتید دیگه بولدش نکنید و اینا هم همینطور چیکار کنید زیبا جلوی هم تاریخ ها اینها فقط هم فارغ التحصیل سالی که فارغ التحصیل شو لازم نیست از چه سالی تا چه سالی خوندید اصلا براشون مهم نیست بس این میشه یه رزومه ساده ای که حالا از چت جی هم فیلماش هست میتونید کمک بگیرید و این بس ما چیکار کردیم این سب... آبیا کانتاکت انفورمیشن مون رو تبدیل کردیم سبزها ابجکتیو مون شد ارزم به حضور شما که بعد این مشکیام که تجربه کاری مونه که اینجا نوشته بودیم تبدیل کرد خودش به گل مرو از همینا یه سری اطلاعات ریز داده بودم خودش برداشت نوشت که من چیکار کردم و اینها هم که اسکیلایی که من نوشتم و این قسمت هم مدارک و سرتیفیکیشن ها که میبینید به همین راحتی بس شما توی رزومه ساده ای که دارید می نویسید به همین سر که عادت کنید یه رزومه خوب بنویسید و بده دیگران هم چک کنن اشکالاتشو برطرف کنن شروعش نکنید زیاد گویی نکنید چیزایی رو بنویسید که اونا نیاز دارن خب قسمت مهمش مصاحبه از فیلم مصاحبه حتما نگاه کنید یه مرجع کامل درست کردم چه چطوری بر اساس جاب دیسکریپشن و این رزومتون برای مصاحبه آماده بشید اصلا چطوری کار یاد بگیرید چطوری انگلیسی تخصصیتون رو بر اساس این کار یاد دادم حتما حتما واجب این فیلمو نگاه کنید هر کس نگاه کرده گفته خدا پدر مادر تو بیاموزید چقدر عالی چقدر کمکم کرد و الحمدلله خیلیا بر اساس این مصاحبه گرفتن اومدن تشکر کردن حتما این فیلم مصاحبه رو نگاه کنید اما حالا خیلی هم میگن آقا کاور اولا خیلی از کارها کاور لتر نمیخواد خود اگر نوشته کاور لتر اون وقت کاور لتر برای کارهای تخصصی همین اطلاعات رو میتونید بنویسید همین اطلاعاتی که رزومتون رو دارید خب میتونید بنویسید توی چت جی پی تی براتون یه کاور لتر بنویسه یعنی من الان توی چت جی پی تی می نویسم نگاه کنید. Please write a suitable cover letter based on my above resume and information. یا الان میخوایید که میتونید به following. بعد enter. خب. یه کاور لتر برای من بنویس برای اساس اطلاعات بالا میبینید خیلی راحت شروع میکنه همون کاور لتری که الان من بهتون نشون دادم و دیر هایرینگ منیجر الان توضیح میدم که یه کاور لتر چیا داره شروع میکنه بر اساس اون اطلاعات یه کاور خوب اینا رو هم رو تو فیلما کامل یاد دادم چت جی پی که کامل یاد دادم به صورت کامل تر اونایی که حالا زیاد وارد نیستن چت جی پی رو برید فیلما رو نگاه کنید میبینید سه چهار پاراگراف کاور لتر می نویسه کاور لتر شامل چه قسمت ها یه نگاه کنید ببینید توی کاور اولا دیر هایرینگ منیجر اسم شرکت رو میدونید بنویسید که مثلا شرکت فلان مدیریت استخدام خب اولا پاراگراف اول که می نویسید من فلانی هستم برای شغل فلان شما حتی شماره شغلم هست بنویسید شغل فلان تبلیغ شده در سایت شما و کوتاه می نویسید دوباره که مثلا با 10 تا 12 سال و با همچین مهارتی دوست دارم چیکار کنم اپلای کنم پاراگراف اول بس ابراز علاقه تونه پاراگراف دوم توضیح میدید که الان در رابطه با این شغلی که هستش من در این مای کارنت رول من به عنوان فلان کس دقیقاً کارهایی که شما می خواهید دارم انجام میدم بس دو سه خط می نویسید که چیکار میکنید دقیقاً اون اشاره می کنید به مهارت هایی که اونا می که من الان در شغل بعد دوباره شغل دیگه ای دارید مثلا میتونید در مای پریویس جاب در شغل قبلیم یا دیورینگ دیس تایم یا مثلا شغل دیگه ای که دارید دوباره یک سری از مهارت های دیگه ای که اونا نیاز دارن تو اینجا میارید بس پاراگراف اول کاری که الان دارید میکنید و مهارت هایی که به اینا رفت داره نه چرت فرت هایی که اصلا رفتی نداره پاراگراف دوم دوباره کار دومی که انجام دادید یا کار والنتری کاری که به اینا ربط داده رو بیارید بیارید انجام بدید و در پاراگراف آخر میگید که خب من خیلی توانایی که شما لازم دارید و نیاز دارید و دارم و دوست دارم تو تیم شما چیکار کنم همکاری کنم و خوشحال میشم که چیکار کنید اپلیکیشن منو مورد قبول قرار بدید و من دوست دارم که برای مصاحبه جزئیات بیشتری رو با شما بیان کنم دیگه نمونهش سامپلش هست بعد مخلص شما سینسیرلی یا به قول معروف حالا هر چی که نوشتید اسمتون رو به ببین میگن کاور خب یعنی چی کاور یعنی اینکه یه نامه توضیحی که یک ببینید خوب دقت کنید اینجا چیزهایی که می‌نویسید سعی کنید همون تکرار اینها نباشه نیارید یارید اینا رو بنویسید یک چیزای جدید و بهتر از این میتونید اینطوری بنویسید من اینجا رو عوض کردم یعنی کلا این قرمزی که نوشتم اصلا یه خطش هم این بالا نیست اومدم میتونید پاراگراف اولو چیکار کنید یه داستانی بنویسید مثلا از من از بچگی عاشق این کار بودم نمیدونم والمارت رو می‌دیدم یا مثلا مکدونالد رو می‌دیدم دوست داشتم یه چیزی بنویسید که یه ارتباطی برقرار کنه یه داستانی یه حکایتی یه پروژه بزرگی که انجام دادید مثلا بگید من یه همچین کاری رو کمک رو کردم که درخشیده ولی مربوط به این کار پس یه چیز جدیدی بنویسید که جذب بشه بگه آهان و سعی کنید توی کاور لترتون اطلاعات جدیدی بنویسید که تو رزومتون نیست چون رزمتون هست حالا کلی چیز کلی بنویسید که این مهارت ها رو دارید فلان اینا ولی توی کاور لترتون این یک دو پاراگرافی بنویسید سعی کنید از کلمات و جملاتی استفاده کنید فعل ها مطالبی استفاده کنید که چیه دیگه توی رزومتون و جدیده و اطلاعات اضافه است بس تکرار اونها نباشه و اینکه علاقه دارید مطالب بیشتری رو بگیر و زیادم هم ننویسید این الان خودش یه مقدار زیاده هر چقدر کوتاه‌تر خلاصه‌تر ولی چیز جدیدتر بهتر اینم از کاور لتر و اما بریم سراغ نامه ها می ببینید میخواهید حالا این کاور و این رزومتون رو چیکار کنید از طریق ایمیل به بعضی خود سایت رو نگاه کنید تو سایت گفته مثلا اینطوری بفرستید به این لینک برید فلان رعایت کنید ولی بیشتر مثلا از طریق ایمیل میخواهید بفرستید میخواهید ایمیل بفرستید خب سابجکت ایمیلی که میخواهید بنویسید اسم اون شغل بنویسید اسم اون شغل و بعد اسم خودتون رو معمولا توی یا خودش میگه میگه چطوری مثلا توی سابجکت بنویسید حتما رعایت کنید که هر گفته همون حروف بزرگ اینا رو رعایت کنید ضمنا بعضی یه اشتباه بزرگ میکنند میان همه رو بزرگ... ببینید هیچ وقت توی رزمتونم دیدم خیلی متاسفانه میان مثلا فرض کنید اینجا خوب دقت کنید مثلا ورک اکسپریانس همه رو حروف بزرگ می نویسن می نویسن ورک اکسپریانس نمی دونم ریسورس سریال این اصلا خوب نیست این یعنی داد زدن این یعنی تو انگلیسی و همه رو حروف بزرگ نوشتن برای چی این کارو دارین میکنی خب یا متاسفانه میبینم مثلا ایمیلشون اینجا زیر خط دار میکنن مثلا این ایمیل خب زیر دارش میکنن برای چی خب ناخوانا میشه برای چی این زیر دار کردن برای تاکید کردن یه جایی به در میخوره اینجا جاش نیست بس خواهشن زیر دار نکنید ایتالیک نکنید و همه رو حروف بزرگ ننویسید اولش درسته باید حرف بزرگ باشه این اشکال باید درست باشه اولش حروف بزرگ اکبر زعیدی مثلا لازم نیست من همه رو حروف بزرگ یعنی بیام اینجا چی همه رو اکبر زعیدی این این یعنی داد زدن این به قول معروف هارش تاف خیلی سنگینه تو انگلیسی این کارو نکنید همه رو حروف بزرگ اول حرف بزرگ فامیلی من همینطور، همین طور پس اینا رو رعایت کنید خب سابجکتمون سابجکتمون رو دقت کنید می نویسیم برای این شغل میخوام اسممو می نویسم بعد دوباره دیر اسم طرفو اگه میدونید بنویسید اگه نمیدونید هایرینگ منیجر یا شرکت فلان بعد ارزم حضور شما که یه نامه ای که به قول معروف چی از چت جی پی تی هم کمک گرفتید که من میخوام برای این شغل اپلای کنم که شما تبلیغ کردید من اتچ کردم رزمم و, و کابلترمون به این نامه خب و دوست دارم برای این کار چکار کنم دارم. و خیلی کوتاه نه زیاد که من تو این کار ده دوازه سال سابقه دارم و این مهارت ها رو دارم و فکر میکنم که به درد این کار میکنم فیت مناسبم برای این کار خوشحال میشم که بگوارم اپلیکیشن من مورد نظر بگیرید و میتونید با شماره تلفن فلان ارزم بزرگ شما که ایمیل من در تماس بگیرید خوشحال میشم که خیلی ساده اینو دیگه از چچی پیتی هم میتونید کنید این الان خودشم یه مقدار بلنده کوتاه تر بیتر. چقدر کوتاه‌تر بهتر که آقا رزمم رو براتون اتچ کردم این توانایی دارم دوست دارم به قول رو چیه خوشحال میشم که تو, تو شششش... تیم شما فعالیت کنم اما انشالله فرستادید و دعوت نامه اومد حتما دعوت نامه اومد اینکه با اون وقتی که میدن میتونید می چیز کنید یا عوضش کنید یا چیز نامه بنویسید خب این اینترویو کانفرمیشن برای شغل فلان سابجکت تونو مینویسید بعد مینویسید هایرینگ uh, منیجر اولا تشکر میکنم برای این فرصتی که برای مصاحبه برای من دادی برای این شغل خوشحال میشم هیچ مشکلی نداره ساعتی که گفتی روزی که من در خدمتتون هستم یا اگر میشه من مثلا اپوینتمنت دارم فلان دارم اگر میشه مثلا اینو دیسکاس کنیم به من زنب. من به قول معروف چیه uh, روی روز بعد یه چیزی اون که اونا دیگه اون دیگه بس به وضعیت خودتون داره فقط خیلی راحت معمولا می نویسیم کانفرم اویلیبل میتونه به قول معروف من هستم تو اون ساعت اون روز خوشحال میشم ببینمتون منتظر دیدنتون هستم خداحافظ اما مصاحبه رو انجام دادن نامه تشکر رو بعد بنویسید تانکیو لیتر ها تانکیو لتر کی می‌نویسن دو سه ساعت بعد یا فوقش دیگه یه روز بعد حتما که یه یاداوری وقتی دارید می‌نویسید اولا تشکر کنید خیلی خوشحال شدم از دیدن شما خیلی خوب بود مصاحبه خوبی بود چیزای زیادی از شما یاد گرفتم ایت واز ا پلیژر تو میت یو باعث شد شما تیم شما رو دوست شما یا دو نفرتون رو هر هستش به هر دو نفر بفرستید ایمیلشون حتما وقتی داره مصاحبه می‌کنن اسمشون رو دقت کنید ایمیلشون رو حواستون چک باشه چک کنید که درست باشه ارزم حضور شما که بعد میتونید یه خط یه چیزای اضافهی که اونجا یادتون رفته نگفتید ضمن میخواستم بگم که من این وبسایت هم این فیلمام این نمیدونم این توانایی هم دارم خیلی کوتاه چیزی که اونجا نگفتید فکر می کنم که خیلی و ای ای مشتاق بودن خودتون برای این شغل بنویسید که من خیلی علاقمندم دوست دارم که نتیجه کارو بشنوم که اکسایتیدم خیلی حجان زدم که این کارو بگیرم خب و خوشحال میشم که هر چه زودتر یه خبر خوبی از شما بشنوم وریسون میبینید آی هوپ هیر فرام یو و یه همچین نامه رو می نویسید خب همه اینا یاد دادم خیلی راحت توی چت جی پی میتونید بنویسید پلیز مثلا رایت ا لتر مثلا یا فیدبک لتر نمیدونم اپلیکیشن لتر ثانک لتر فور مثلا اینترویو اینترویو آی هاف دان مثلا یسترڈے for above job برای شغل بالا مثلا حالا هر چی یا اصلا نامه طرفو کپی پیست کنید این خودش شروع میکنه چیکار میکنه یه تانکیولتر میده بعد خودتون چیکار کنید ویرایش کنید این که به قول معروف درست نیست یا حتما چیکار کنید خب اینا میبینید آی وونت تو سین thank you فور the opportunity برای فرصت که برای من پیش اومد میبینید یه مقدار طولانی نوشته میتونی بگی می کیت شورتر خیلی زیاده حتما شورت کوتاه بنویسید شورتر حتما کوتاه بنویسید دیگه اینا رو توی آموزش کامل رزومه نویسی و چت اینا رو یاد دادم که اینا هم لازم نیست که اینا چون ایمیل اینا برای نامه های قدیم که مثلا چاپی میفرستادیم میبینید کوتاهش کرد تانک برای فرصتی که دادید متشکرم خب خوشحال میشم که ارزم بزرگ شما که از شما یاد بگیرم ایت واز گود از شما یاد گرفتم و اینها منتظر جواب شما هستم که مثبت باشه و you letter تو هم نوشتید یه هفته هم شدید دو هفته فوقش دیگه دو هفته نه بیشتر خب میبینید که جوابی نشد خب اکثر شرکت ها جواب نمیدن حواستون باشه اکثریت خب، حال و ندارن 100 نفر 200 نفر اپلیکنت بوده ناراحت نشید ای آگه عادیه من شغل بوده که به قول من 50 تا درخواست کردم بعد فوقش 4 تا 5 تا جواب شنیدم مثلا جواب چیز عادیه ولی شما برای اینکه یاداوری کنید به قول برای علاقتون نشون بدید دیدید جوابی نشد فالو اپ بنویسید خب می دوست دوباره میتونید بنویسید می همون چت جی پی تی مثلا رایت فالوآپتر برای این اینترویو که مثلا یه هفته پیش ماهیت پیش دو هفته پیش داشتم ایشون میکنه خودش نمیشتن میخواستم فالوآپ کنم پیگیری کنم اینترویو که شما هفته پیش با هم داشتید و تاریخ بنویسید در تاریخ فلان روز فلان ارزم به حضور شما که من این تی... خیلی علاقه داشتم برای این شغل به جادا خب میدونم شما ارزم به حضور شما که براتون همه چی مهمه تصمیمایی که دارید میگیرید ولی میخواستم چک کنم ببینم که به قول معروف چی شده به قول معروف پروسه بعدی چیه خیلی خوشحال میشم که خبر جدیدی از شما در این زمینه بشنوم پس یه فالوآپ پیگیری میکنید که فوق دیگه به گل معرفت دقل یه جواب بدن اما اومدیم و خوب دقت کنید اصلا دیگه جواب شما رو دادن و رد کردن ببینید بی ادبی نکنید بی حرمتی نکنید بی جواب نذارید تشکر کنید فیدبک بخواید ریکوست فور فر... حتی توی چت جی پی تی بنویسید واسم رایت لیتر فور فیدبک گتینگ ا فیدبک یعنی چی میاد میگید که بله من احترام میذارم ان شاء کسی که قبول شده موفق باشه آرزوی موفقیت براش میکنم شما به قول معروف معیارهایی دارید و من احترام میذارم اما خوشحال میشم به خاطر اینکه من ایمپروو و بهتر خودم رو پیشرفت کنم بفهمم اشکالای کار چی بوده نظرتون چیه به من بگید به قول معروف که این خودش این ارتباط با اینکه من علاقه و اگر فرصت بعدی بود خوشحال میشم که رزومه من داشته باشید با من تماس بگیرید اینها خیلی مثبته میبینی اصلا اون کسی که مصاحبه کردن یه دفعه چی شد قراردادش و هم خورد نتونست بیاد یا مثلا سر قیمت و هم خورد و نامه شما تحت تاثیر قرار میده بس ناامید نشید بی ادبی نکنید بی حرمتی نکنید چرا منو چیز نکردید فلان و اونور یه نامه مؤدبانه خوب که فیدبک که خوشحال میشم اشکالاتتون رو بگه, بگه به قول معروف این نامه ها خیلی مهمه بس میتونید انواع نامه ها رو بنویسید خب بس امیدوارم که این چیزها مطالبی که نوشتم مورد استفاده قرار گرفته باشه چطوری یه نامه ساده یه رزمی معمولی که متنی نوشتید و تبدیل کنید به یه رزمی حرفه ای شکیل کانتاکت انفورمیشن ابجکتیو ارزم بزرگ شما که تجربه کاریاتون دو, دو تا سه تا 50 تا ننویسید و مهارت هایی که بلدید و مدارکی که دارید و چیزایی که فکر میکنید گفتم حتما هم همه اینها یک فونت رنگی ننویسید خوب دقت کنید حتما رنگ مشکی برای چاپ ارزم بزرگ شما که همشون هم اندازه 11 فونت کالیبری که خاناتره فقط هم هیچ جای رو بولد مثلا طرف زشته مثلا یه بگیشی مثلا این کلمه رو بزرگش کنید که مثلا که چی بس بقیه بیخود دیگه بولدش نکنید بزرگش نکنید خب تنها چیزی که بولد میشه تایتل شغلاتون خوب دقت کنید هیچی رو بزرگش نکنید و اسکی مثلا نه بگی که اینجا رو مثلا یه دفعه مثلا ترکی هم بن بلدم مثلا اونجا مهمه مهم اون خودش میبینه شما چیز نکن نه حالوت فرنز ببخشید حالو فرنز نکنید براش زشته و یه مقدار خوشگلی فاصله ها فونت ها خوش همه اینا تاثیرگذاره و فونت ها یکسان شبیه هم به قول معروف چیزایی که اضافه نباشه غلطیش تا اصلا نداشته باشید شکل نذارید خط نذارید تنها خطی که میذارید این کانتاکت انفورمیشن میبینید اونم اینجاست از همینجا یعنی این خطی که اینجا باتم بورد رو میذارید میبینید یه بار دیگه باتم بورد فقط تنها خطی که میاد همینه به قول معروف هیچ کار دیگه ای نکنید کانتاکت انفورم اینا مثلا دقیقاً زیر هم خوشگل مثلا اینطوری سایز قشنگ یه چیز شکیل چاپ کنید و بدید دیگران هم نگاه کنن اشکال رو برطرف کنن انشالله که موفق و معید باشید و این فیلم ها مورد استفادهتون قرار بگیره ولی فیلم ها و دوره های کاملش حتما برید نگاه کنید خوب دقت کنید من توی کانالم بیش از 600 تا 640 تا فیلم آموزش زبان و کامپیوتر و چیزایی که لازم نمیشتم اما اونی که برای شما واجبه توی پلی لیست اولین فیلمیه که اینا 17 تا فیلمه که چطوری رزومه بنویسید در به حضور شما ببینید من 10 سال کارم کمک به مردم و کار پیدا کردن اینا رو همه رو به صورت فیلم ساده گذاشتم که چطوری رزومه بنویسید چطوری تو کانادا کار پیدا کنید تو اینترنت کار همه اینها و مهمتر از همه آخرین فیلمی که گفتم گفتم مرجع جامعه سوالات حتما نگاه کنید چطوری برای مصاحبه آماده بشیدم برای تقویت زبانتون همین که اصلا کار کانادایی چطوریه بهتون یاد میده و 50 سوال تمام اینها هم دقت کنید جزوه هاشو من تو اینجا تو توضیحات دانلودش و تمام این سوالات رو بزنید دانلودم میتونید بکنید داشته باشید و این فیلمو حتما نگاه کنید بس توی فیلم های من چیزی که باید نگاه کنید یکی این مسترین کانادین یکی هم این هفت فیلم کوتاه به انگلیسی چت جی چطوری رزومه و نامه اینا بنویسیم انگلیسی ساده نوشتم یکی هم لینکدین و چطوری به قول معروف سرتیفیکیتو بگیرید بس سه تا فیلمو برای کسایی که تو کانادا مهاجرت کردن نگاه کردنشو واجب میدونم یکی لینکدین و چطوری مدرک بگیرید اینها یاد دادم اصلا تو کانادا چطوری سرتیفیکیت مدرک بگیرید لینکدین رو درست کنید اگر دنبال لینکدین هستید یکی هم از چت جی چطوری برای رزومه نویسی استفاده کنید و چطوری اصلا تو کانادا کار پیدا کنید تمام اینها رو من یاد دادم تو کانادا چطوری میتونید کار پیدا کنید توی این ایندید جاب امیدوارم که این فیلم ها و دوره‌ای که گذاشتیم مورد استفاده قرار بگیره و مفید واقع بشه التماس دعا موفق و معید باشید